در ادامه موج پلم به اماکن تجاری و سنفی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری ایران از پلم به دست کم 77 هتل مرکز گردشگری و اقامتگاه بومگردی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت به دلیل این پلم های حکومتی صدها تن از کار بیکار شدند یکی از خبرنگاران محلی در استان مازندران در گفتگو با خبرگزاری ها خبر داد که سه مهدکودک در شهر بابل به بحانه های مذهبی و اعتقادی پلوم شدند. این خبرنگار توضیح داد ماموران امنیتی مهد های فاخته و سرزمین شادی رو به دلیل رعایت نکردن حجاب اسلامی و مغنع سر نکردن مربی ها و همچنین نداشتن کلاس قرآن تعطیل کردند و مهدکودک پوپک هم به اتهام بهایی بودن یکی از معلم زبان ها پلوم شد. دستگاه امنیتی و غذایی جمهوری اسلامی از فروردین 1402 و پس از فروکش کردن موج اعتراض های خیابانی تلاش کردند با حمله به اماکن تجاری و آموزشی و گردشگری مقابل گسترش و اعتراض ها به هجاب و افزایش و تعداد زنان بی در شهرهای مختلف ایران ایستادگی کنند. تلاشی که البته بسیار از جامعه شناسان، روزنامه نگاران و تحلیلگران سیاسی اونها را بیفایده و بیحاصل تلقی کردند. در همین رابطه در گفتگو با معاون نظارت ارزیابی خدمات گردشگری کشور از ابعاد گسترده پلم به واحدهای گردشگری شامل هتل، اقامتهای بومگردی، ها و مرکز اقامتی بین به اتهام رعایت نکردن شعون اسلامی و هجاب روزنامه ها پرده برداشتند و به گفته اسماعیل براد شغل بالغ بر 753 نفر از کارکنان این واحدهای گردشگری به طور مستقیم تحت تاثیر پلم از بین رفته و در میان استانهای ایران بیشترین سهم به مؤسسات گردشگری با 27.5 درصد متعلق به استان اصفهان بوده. استان تهران با 9 درصد، استانهای لرستان و گلستان با 7 درصد و استان کرمان با 6 درصد در رتبه های بعدی به اماکن گردشگری به اتهام رعایت نکردن حجاب اجباری قرار دارند. معاون نظارت ارزیابی خدمات گردشگری کشور اعلام کرد که 52 درصد از کل موسسات گردشگری پلم شده در ایران طی پنج ماه اخیر اقامتگاه های بومگردی بودند او با اشاره به تبعات اقتصادی و ضرر مالی این اتفاق تأکید کرد که با گذشت زمان نتایج منفی بسیار بیشتری از آن بر حوزه گردشگری ایران نمایان می شود. این در حالی است که هتلها اماکن تفریحی و رستورانهای ایران در چند سال اخیر به دلایل همچون بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی خانوارها و همچنین کاهش قابل توجه ورود گردشگران خارجی با افت فاحش مشتری و کسادی گسترده دست و پنجه نرم می کنند و دهها واحد سنفی در این حوزه در استانهای شمالی و مرکزی ایران ورشکست شدند. روزنامه اعتماد اشاره کرد که پلن به پی در پی مراکز مجاز موجب رونق واحدهای غیر مجاز خدماتی و اقامتی شده و مسافران به دلیل برخورد با بیهجابی در مراکز دارای مجوز به استفاده از خدمات آنها میلی ندارند و به سوی مراکزی که نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد هدایت شدند مدیران چند اقامتگاه بومگردی هم گفتند که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اعتباری در اثر پولون به این اقامتگاه ها به شدت آسیب دیدند یکی از مالکان این اقامتگاه ها توضیح داد هنگامی که مسافران در حال استراحت در اتاقشان بودند مأموران برای پلم آمدند و این موضوع تنش زیادی برای مسافران و مدیران اقامتگاه در پی داشت روزنامه ها در این گزارش گفتند بسیار از افرادی که در یک دهه اخیر به امید بهبود اوضاع و ایجاد اشتغال از شهرهای بزرگ و حتی کشورهای دیگر به زادگاهشان بازگشته و اقامتگاه گردشگری راه انداخته بودند حال از نامیدی و پشیمانی میگویند و اینکه امیدواریشان به بهبود اشتباه بود عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دولت رئیسی از یک سو میگوید به مراکز اقامتی ضربه مهلکی به صنعت گردشگری است اما از سوی دیگر وزارتخانه تحت امر او در بخشنامه ورود و حضور افراد بدون هجاب موزه ها و مجموعه های تحت پوشش این وزارتخانه را ممنوع کرده است

جنگنده یک برای آماده خلبانان ایرانی برای پرواز با هواپیماهای پیشرفته روسیه نسل چهار طراحی شده است. ایران سال هاست که به دنبال خرید هواپیماهای ساخت روسیه برای تقویت نیروی هوایی خود بوده. هنوز مشخص نیست که ورود این جنگنده به ملای تکمیل قرارداد ایران و روسیه برای خرید جنگنده های پیشرفته سوسی و باشد. تصاویری از حضور جنگنده آموزشی یاک 130 در ایران منتشر شده که نشان میدهد این هواپیما تحویل نیروی هوایی ارتش شده است یاک 130 یک هواپیمای پیشرفته آموزشی رسمی است که توسط شرکت یا کلاف روسیه طراحی و تولید شده و قادر است نیاز آموزشی خلبانان نیروهای هوایی ارتش به آشنایی و فراگیری پرواز با جنگنده های نسل چهار رو برآورده کند این هواپیما بنا به سفارش ارتش روسیه برای جایگزینی با جت آموزشی السیونو طراحی شده و قابلیت های پرواز با هواپیماهای نسل پلاس پلاس چهار ماننده سخو سی و پنج و نسل پنج ماننده سخو پنج و هفت رو فراهم میکنه. این هواپیما از سال 2011 رسما وارد خدمت شده و علاوه بر ارتش روسیه کشورهای نظر الجزایر، ویتنام، بنگلادش، بلاروس، میانمار و سوریه این هواپیما رو سفارش داده یا بکارگیری کردند. یا که سروسی هواپیمای دو سرنشینه با بدنی از جنس آلومینیوم و کامپوزیت است که قادر است علاوه بر های آموزشی در نقش یک جنگنده پشتیبانی نزدیک زمینی نیز به ایفای نقش بپردازد این هواپیما قادر است تا ستون انواع مهمات با خود حمل کند و برای منظور دارای ده جایگاه حمله تسلیحات در زیر بدنه و بالها و نوک بالهاست هر دو خلبان از کابینهایی با فضای دید وسیع و مجهز به صندلی پرتاب شش بهره میبرند علاوه بر این کابین هر دو خلبان به سه نمایشگاه دیجیتال رنگی مجهزن که اطلاعات پرواز را برای اونها به نمایش میذاره همچنین خلبان کابین جلو از یک نمایشگر اچودی برای نمایش اطلاعات هدف کنترل و شلیک تسلیحات بهره میبره یا که 130 در دماغه خود از یک رادار OSI با توانه رهگیری 8 هدف و درگیری همزمان با دو هدف برد کشف 60 کیلومتر است این رادار همچنین توان درگیری با اهداف دریایی را به این هواپیما میده این هواپیما در حوزه ناوبری مجهز به سامانه‌های های موقع گلوناس و جی پی اسه. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست در مقاله با هشدار در مورد حضور جنگنده 130 در ایران اعلام کرد که این موضوع تحول بزرگی در منطقه خواهد بود و تاکید میکند که جمهوری اسلامی در آستانه افزایش قدرت و گسترش و تهدیدهای نظامی است